خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش‌ها به درگیری لفظی نماینده مجلس ایران با کارمند گمرک خواهیم گفت. و البته مشق شب بچه‌های نازنین که بین آیت الله و صاحبان کتاب‌های غیر آموزشی درگیر شد. سلام آقای بهنود، از مشق شب بچه ها گفتید. متاسفانه خبر تلخ دیگه سوختن 4 کودک توی زاهدان بود در مدرسه به خاطر بخاری نفتی، آتش گرفتن بخاری نفتی. و شاید جا داشته باشه دوباره یادآوری کنیم اجرای سند 20C یونسکو در واقع متوقف شد در ایران که یکی از اهدافش بازسازی و ایمنسازی مدارس بود. البته خب اینا با قانون چیز نمیشه، چون باید که حتما لوله کشی گاز وجود داشته باشه که در بعضی از استان‌ها نداره. و این حرفا به نظر میرسه گفتنش آسونه، مقصودم اون بخش رسوندن خدمات هستش. ولی فارغ از اون، مگه موقعی که گاز نبوده بچه‌ها میسوختن مگه میشه؟ یا حتی موقعی که نفت نبوده به حال یه راه‌حل دیگه‌ای پیدا می‌کردن. یه نوع مراقبت‌های دیگه، موقع حس مسئولیت بیشتری ظاهراً وجود داشته و اون متاثرکننده است انتقی میگید. بله متاسفانه. بریم شروع کنیم با روزنامه هفته صبح که با همین داستان حذف مشق شب و جنجال‌هاش. ببینید، این یه ماجرای سیاسی که در طول هفته زیر پوست مسائل می‌گذشت. این ماجرایی است که بین مجمع تشخیص مصلحت پیش اومده در قیاب یک رئیسی مثل آقای هاشمی. عملاً کار دست آقای محسن رضایی است، نه طبیعتاً دست آقای جنتی که نشونده شد در این ریاست جلسه با او بود، یا آقای شارودی که بیمارستان. از جمله چیزایی که الان پیش اومده انتقادی است که به هر حال گروهی میکنن که این حرکت تازه که مجمع کرده به معنی اینکه میخواد مجلس سنا بشه، نه جایگاه همیشگی خودش. چون جایگاه همیشه خودش ورودیش این بود که بین اون دوتا اختلاف بشه، یعنی دولت و مجلس، و بنابراین بیاد لایحه برگرده بیاد اونجا حل اختلاف بشه. ولی در شأنیت فعلی انگار قوه قانونگذاریه. الان هم باز دعوا این وسط میبینیم. بله، دعوا دوباره سر همین قانون مبارزه با پولشویی و افتی. بله، از اونجا شروع شده اومده، حالا میگیم جای بیشتر از اینم رفته. اما اینجا و حالا ضد حمله گزارشی است که هفته صبح اول هفته درست کرد در مورد همین ماجرای مشق شب، که میدونید که اعلام شد که آیت الله صبحانی گفته که اینقدر مشق شب به بچه ها ندید. نه برعکس. مشق شب به بچه ها بدید. و این حرف ایشون این بوده که نباید دانش آموزان بعد از مدرسه رها بشن، بلکه باید مغز و فکر اونها با انجام تکلیف مشغول باشه. بعدم معلوم شد اولا کسایی که رفتن حضورشون کسایی بودن که شب و روز توی شبکه‌های تلویزیون صدا و سیما می‌بینیم که کتاباشون تبلیغ میشه، به پیداست میلیاردها خرج تبلیغ میشه. و اتفاقا از همین زاویه مجله رفته گزارش فراهم کرده و به این معنی که رفته بگرده ببینه که اصولا این از کجا ریشه میگیره. جای بامزه‌ای رسید، از جمله اینکه 5 تا ناشری رو که در حوزه نشر عمومی کار میکنن، ناشران پرتعداد در نظر کتاب، اینا رو همه گرفته، آمارشون رو در آورده. به این نتیجه رسیده که در یک سال یا در 6 ماه اول امسال این 5300 تا عنوان بیشترین کتاب هاست، در حالی که 5 تا ناشر پرکار کمک آموزشی که از جمله همینایی هستن که اونجا رفتن پیش آیت الله، اینها 2800 عنوان چاپ کردن. باورپذیر نبود. خیلی جای مهمی رسیده. یه نقشه گذاشته، در این نقشه این رو فاش کرده و نشون داده. و غیر از این که معلوم میشه که مدیر انتشارات جوکار که یکی از جاهایی است که مدام تبلیغش میشه، کسی بوده است که
بقیه رو برده پیش آیت الله. حالا آخر هفته که رسیدیم عرض میکنم که روزنامه ها واکنش آیت الله رو بعد از جنجالی که پا شده منعکس کرد. یه نکته دیگه هم این بود که خیلی حرف این بود که این یه مافیای مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی برای کنکور و اینا هست که اینا رفتن اینا تبلیغات زیادی به صدا و سیما میدن. خانم فاطمه سعیدی نماینده های مجلس بسیار اعتراض کردن به این و حالا بعد میریم صحبت های آقای سبحانی رو دوباره میگیم. خب بریم روزنامه اعتماد رو ببینیم، مصاحبه با آقای عبدالله نوری. بله، آقای عبدالله نوری میگه بعد از 40 سال مستحق زندگی بهتری هستیم دیگه. به حال این حرف اساسی است، حرف درستی است و بنابراین اگر این حرف قبول بکنیم، شاید تفاوتش با بقیه این باشه که اگر این حرف قبول بکنیم لازمش این استش که در بعضی از رفتاری که در این 40 سال کردیم صرف نظر کنیم یا اینکه درش تعدیل کنیم، وگرنه اگه قرار باشه که همون رفتار رو و همون شعارها رو ادامه بدیم که الان عملا بخشی از جامعه سیاسی کشور داره ادامه میده، اون وقت معلوم شه بهتر نمیشه. از حرف آقای نوری اینطوری معنی میشه. یه تیتر دیگه همون بالا هست که نماینده های اصفهان و نطنز گفتن یا آب یا استعفا. این داستان آب زاینده رود هم دوباره الان یک بحرانای جدی را انداخته. تو هم به روزنامه بعدی که بریم جدی‌تر بهش پرداخت. جهان صنعت رو ببینیم با تیتر فقیران فقیرتر میشوند. بررسی کرده راجع به بودجه سال آینده، میگه این بودجه ای که داریم میبینیم معنیش اینه که فقیرها توش فقیرتر میشن. در این حال این جلسه ای رو هم که بوده است، کنفرانس اقتصاد آب، میگه اونجا تضاد منافع در منابع آبی خودشو نشون داد. من هر طور فرض میکنم که تضاد منافع شاید که یه ذره تعبیر تندی باشه، چرا که معمولا اینطوریه که وقتی شما مثلا فرض کنید اداره حفاظت محیط زیست رو با وزارت کشاورزی با هم میشونین، وزارت کشاورزی تولید بیشتری میخواد، محیط زیست بهتری میخواد. اگر تضاد پیدا میکنن، تضاد منافع سمتشونه نه شخصشون الزاماً، و بنابراین اونجا پیداست که وزارت صنایع میخواد صنایع درست کنه، وزارت کشاورزی میخواد کشاورزی درست کنه. منتها در همه دنیا هم این معموله، فقط ایران نیست. منتها در همه دنیا وقتی اینا میشینن برخلاف یه جای هماهنگ میشن، یه صدا میاد بیرون، یه تصمیم گیری میاد بیرون، اون چیزی که الان مفقوده اینه. اما این کنار یه مقاله هم هستش که آقای امینی نوشته، هوشنگ امینی از اهل اقتصاد قدیمی هستن، اتاق بازرگانی بودن، جواب نمیده که وزیر اقتصاد به بخش خصوصی گفته که این همه شما راجع به خصوص سازی اینا وانه میگیرین طرح بدین. ایشون هم یه طرح داده، البته من با طرح آقای امینی میتونستم یه چند تا شوخی بکنم، اما میگه که باید هم کاری بکنیم که خلاصه غربیا کردن، از جمله آلمان و اینا، یه هیئت مؤتمن 3 نفره در وزارت اقتصاد درست کنیم که بدون اینکه به دست کی میده، پایین ترین قیمت رو به عنوان قیمت پایه برای بخش خصوصی، برای فروش بخش خصوصی در نظر بگیریم، واگذاری انحصارا به افراد در حرفه داده بشه، در هم حرفه‌ای که شرکت هست، تغییر کاربرد رو ممنوع کنیم و مدت واگذاری به مدت 10 سال، یعنی در 10 سال اون نتونه به یکی دیگه بده. من تصور میکنم که اگه تو کنه این بیشتر این جایی که بریم، عملا یه همچیزی اجرا شده، یعنی عملا یه همچیزی در نظر گرفته شده، ولی سرانجام اتفاقی که در نیشکر هفته پیش اومده است، اجراست که یک مسئله داره توش. اما بریم به روزنامه رسالت. رسالت میبینید که این عکس اصلی همون فیلمی که در گمرک گرفته شد، نماینده سراوان که در عکس بالا وسط عکسه، بعد عکس پایین هم دارید دو تا چیز اضافی میبینیم که حالا دیگه اینو رسالت اضافه کرده. یکیش وزیر بهداشت هست که ایشون یکی هم وزیر سابق راه. بله، بنابراین ایشون حالا رفته به اینجا که بگوید که حداقل توهین نکنید، در حقیقت خطاب گزارش رسالت هست به دولتیان، یعنی ایشون معتقده که دولتیان که توهین میکنن و توهین نکنین. و در این حال البته بهتون بگم که اون مقاله‌ای که اون کنار هستش، مقاله‌ای که آقای شأن نمایندگی و فرهنگ عذرخواهی از مسعود پیرهادی، بله آقای پیرهادی نوشته، ایشون هم همین موضوع رو پیش کشیده، میگه که این شأن نمایندگی چیست که خلاصه با ارباب رجوع و مردم باید به این تندی حرف زد و نباید که به این تندی حرف زد. در حقیقت میشه گفتش که
طعم این روزنامه اصولگرا این است که هواداری این نیست که نماینده مجلس باید عذرخواهی بکنه و استیضاح بکنند و اینا، بلکه حتی یه نگاه دیگه هم بود، یعنی دو سه تا انتقادای چیز میشد. یکیش این بود که ایشون باید اصلا استعفا بدن، یه سری هم معتقد بودن که انقدر توهین‌آمیز و برخوردشون زننده بوده که اصلا نباید استعفا بدن، باید اخراج بشن از مجلس. بعضی هم میگفتن که لطف کنید حداقل دفعه بعد ایشون رو رد صلاحیت کنید. اون چی هم که مجلس رو برای دو روز درگیر کرده همین بحثه که مجلس، این بحث توش مطرح شده است که باید از کارمندای گمرک عذرخواهی کرد یا گمرک از این نماینده مجلس عذرخواهی کنه. مجلس بنابراین ایستاده. حالا همین نکته که گفتین که دو روزه که مجلس روی این داستان فوکوس کرده، انتقادیه که روزنامه جوان داره میکنه با تیتر مجلس در رأس حاشیه. یعنی حرف آیت الله خمینی که مجلس در رأس امور هست تبدیل شده است به مجلس در رأس حاشیه هست. این گزارش اولش یه جوری شروع میشه که شاید که خوب باشه برای روزنامه نویسا که یه الگویی هم ازش بگیرن. چند تا تناسب بسته شده. میگه الان درست همون موقعی است که بعد از 8 سال تو سوریه امریکا شکست خورده و مقاومت پیروز شده رفته بیرون. حتی ترامپ گفته میخوایم بریم بیرون. آره. حالا شکست رو نمیدونم پذیرفتن. بله، هنوز خیلی زوده برای اینکه ما یه همچین استدلالی بکنیم. دو، اینکه بعد از چند سال که یمن در آتش هست اینها هم شکست خوردن و صلح بندر الودیده پیش اومده. خیلی خوب، اینم هست. و در این حال همون روزی هستش که بچه های پیش دبستانی هم در آتش سوختن. یه چیز دیگه هم اضافه کرده، میگه که مردم هم در همین روزها دارن سوال میکنن که چرا نرخ دلار پایین اومده ولی قیمت ها بالاست همچنان. در یه همچین روزی مجلس دو روز پشت سر هم سر یه موضوع بی خودی بند کرده، اونم برای دفاع از نماینده‌ای که به تعبیر روزنامه رسالت برای کارچاخ‌کنی یک واردکننده خودرو به گمرک رفته بوده. این برخورد، اولا اون تناسبا همه جای گفتگو داره، یعنی همه اون امروز بوده یا فردا بوده یا پس فردا بوده، ولی من توی گزارش دیگه‌ای که این پایین هستش راجع به مصاحبه با خانم سارای قاسمی دیدم اونجا هم یه همچین تناسبی بسته شده. یعنی یه مصاحبه شده با خانم سارای قاسمی، هنرمند قدیمی، او گفته که اوضاع سینما خیلی خوب نیست، ولی شروعش از نظر رسالت اینطوری داره شروع میشه، میگه درست در پی انتصاب حسین انتظامی به ریاست سازمان سینمایی خانم سرای قاسمی رو گفته. سرای قاسمی چه ربطی به انتصاب یه ماهی پیشه که دیگه داره؟ شاید اینجا قرار بود اشاره بکنیم به صحبت‌های آقای صبحانی. اینجا میگه که بنده فکر کردم ناشران میخواهند درباره گرانی کاغذ با من صحبت کنن. آنها به بنده نگفتن مشق شب، بلکه گفتن تکلیف خانه. تکلیف خانه با مشق شب خیلی فرق می‌کنه. خب ایشون تکلیف خانه رو یه جور دیگه می‌بینن. البته آقای وزیر جواب دادن که در خانه هم برای دانش آموزان فکر کرده ایم که کارهای هنری داشته باشند. این را که آیا همه خانه‌ها ظرفیت کار هنری دارند یا ندارند خود مسئولان می‌دانند. ببین اینو اینجا بگم که این از اثرات شبکه‌های مجازی است بدون تردید. بله. این ماجرا که عده‌ای بروند و استفتایی بکنن از یکی از علما و این رو در جهت منافع خودشون بکنن، این نه دفعه اولیه، بلکه ما از 100 سال پیش از زمان ناصرالدین شاه هم حکایتای در این باره داریم. این اتفاقی است که دائم نه همه علما ولی در بیشتر خونه علما گزارشایی هست، نوشته‌هایی هست، تاریخی هست که نشون میده که معمول بوده است. ولی خب الان فضای مجازی باعث شده که نمیمونه. یه توضیحاتی بدن که خب از یه طرف هم آدم ها یادشون نمیره که قبلا حرفی که ایشون زدن با توضیحی که میدن یه ذره همخونی ممکنه نداشته باشه. بریم برگزیده ها پگاه امید رو ببینیم. ببینید پگاه امید در همین اندازه است که الان شما دارید میبینید، من همین اندازه ازش میدونم که عکسش رو قدیر براتی گرفته از به اصطلاح اعتصاب یا اعتراض کارگرای فولاد مبارک. فولاد اهواز درست گفت، مرسی. ولی من واقعش که نمیدونم که پگاه امید کجا منتشر میشه. هفته نامه است که به شکل روزنامه است، تا اینجاش میفهمم. تیتر خیلی خوبی داره، هیهات من نزله، برای همین جاست که کاربردهای دیگه ازش به کار میبرن این شعار رو، ولی
همین جاهاست. شعار اصلی کارگرای اهواز بوده در این، میگه فریاد مردان پولادین ایران. و امیدوارم که تا هفته دیگه بتونیم ما یه ذره تحقیق کنیم بفهمیم که پگاه امید کجا منتشر میشه. به حال برگزیده این هفتمون هست این روزه. حالا خیلی شاید در مورد اعتصابات و اعتراضات کارگرها در به خصوص هفته گذشته در مورد کارگرای فولاد اهواز انقدری مطلب توی روزنامه ها دیده نشد، هرچند خبرگزاری ها خیلی خوب پرداختن. و خب این صفحه یک روزنامه ها کمتر توش بود، گاهی در صفحات داخل دیده میشد، ولی مجلات بیشتر داشتن. بریم روزنامه ایران یادداشت آقای سیروس علی نژاد رو ببینیم. به بهانه اکران شدن فیلم میدان جوانان صادق سابق، یعنی مستندش توی سینما حقیقت، جشنواره سینما حقیقت، آقای علی نژاد یک مطلب خیلی قشنگی نشون داد. شاید جا داشته باشه که بگیم فیلم میدان جوانان سابق ساخته مینا اکبری هست که خانم اکبری از روزنامه نگاران سابق هستند. بر اساس عکسی که توی میدان جوانان روزنامه جامعه اگه اشتباه نکنم تعدادی از روزنامه نگارا گرفتن، خانم اکبری رفته ببینه که این روزنامه نگارا الان شاید بعد از 20 سال خب کجای دنیا هستن، چی کار میکنن. و قصه روزنامه نگاراست که این دفعه به تصویر در اومده. من چون همون شبی که جامعه منتشر شد و همزمان با جامعه روزنامه فردا متعلق به آقای توکلی هم منتشر شده بود، من در تهران بودم، بی بی سی با من مصاحبه کرد، رادیو بود اون موقع، تلویزیون با هم مصاحبه کرد. من اونجا گفتم که جامعه که امروز اولین شمارش در اومده به نظرم تاریخ مطبوعات ایران رو به قبل و بعد از خودش تقسیم میکنه. و واقعا هم همین بود. و گفتم متاسفم از اینکه به نظرم میرسه که فردا شیکتر از اون است که جناح اصولگرا که طرفدارای اصلی آقای توکلی هستند بتونن ادامش بدن. و متاسفانه دومی هم درست در اومد. جامعه یک تکونی بود به تاریخ مطبوعات ایران بعد از سالهای سال. اگه بخوام یه چند تا جمله از مقاله بسیار زیبای آقای علی نژاد بگم، اینه که میگه که در دنیای هنر هنوز ابزاری نیرومندتر از کلمه آفریده نشده، اما مینا اکبری نشان داد با دوربین بهتر میتواند گزارش کند. و اشاره میکنه که خب مینا اکبری روزنامه نگاری بوده که الان در نقش سینماگر هم هنوز باز نشون میده که روزنامه نگاره. و بعد میگه فرق تاریخ با روزنامه نگاری اونه که تاریخ به گذشته نگاه میکنه، روزنامه نگاری به جای گذشته به آینده گرایش داره، به اون جهت که اعتراض آمیزه، بلکه بدان جهت که روی به آینده داره، از تاریخ و به همون نسبت از مستندسازی رایج فاصله میگیره و به روزنامه نگاری بدل میشه. و آخرش هم میگه که جذابیت فیلم انقدر بود که وقتی تموم شد و همه شروع کردن دست دادن، من گفتم ایوا تموم شد و کی تموم شد. خلاصه حالا امیدواریم که یه روز بشه ما هم این فیلمو ببینیم. بریم سراغ مجله ها. کرگدن. بله کرگدن. خب به حال این روزها صحبت کارگرها بوده است و فراوان بوده است و در زمینه‌های مختلف بوده است و قسم به دست‌های پینه بسته پرونده درباره کارگرها. برای هر کدوم از نشریات هم بنا به سلیقه خودشون به هر حال به این موضوع پرداختن، یعنی موضوع رو داشتند و دارن، چنان که الان دارید میبینید که در روی جلد مجله قسم به دستای پینه بسته هست و یک بخشی از پرونده ها مربوط به کارگرها اینا هست. اما بذارید همینجا بگم که بخش های مختلفی داری که کرگدن دیگه هفته نامه فرهنگ و هنر و اجتماع و به قول خودشون کمی سیاست هست. در اولش آقای میرفتا سردبیر یک مطلبی نوشته برای همه کسی هیچ کس که درباره خوشبینی به مثابه یه روش هست. چرا من با آینده این سرزمین خوشبینم؟ آینده که سهل است. من حتی امروز هم با عینک خوشبینی و رضایتمندی میبینم. سوء تفاهم نشه، ضمیر متکلم وحده رو از این جهت به کار نمیبرم که اعتباری برای خودم دست و پا کنم، بلکه اینجا من اهمیتی نداره، موضوعی هم نداره. 80 میلیون ایرانی در ایران زندگی میکنن، یکیشم من. به صرف اینکه روزنامه‌نگارم حرفم در دو سه تا روزنامه و مجله در رو داره که نمیتونم نباید سوء استفاده کنم و آرا و نظریاتم رو منتشر کنم، نه، تجربه ثابت کرده، تاریخ هم گواهی میده که هیچ عوامی یا
اظهار لهیه و من کردن و ریفرنس دادن به خود خاص نمیشه. من و امثال من حالا باید شاگردی کنیم با این نگاه. طبیعتاً ایشون خوشبینی ذاتی رو که داره آقای میفتا و از توی مطالبش هم بیرون میزنه بگم که اکبر اکسیر یک مقاله کوتاه و بسیار شیرین و گیرایی نوشته است درباره درگذشت ابوالفضل ضروری نصرآباد که خودش شروع کرده با نثر خیلی زیبایی خودش رو دست انداخته. اکسیر شاعر و آشنا با طنز و بعد از اون میگه در آخرین باری که رفته بودم ببینمش همینطور شوخی شب املت بود به قول خودش اونجا دوستم املت خوردن شعر خوندن اینا. میگه بعدش یه کاغذی رو تا خورده بود که به من میداد که کاش دستم میشکست و نمیگرفتم. این کاغذ من ابوالفضل ضروری نصرآباد اصلا متولد فلان اینا و بعد حتی یک روز هم آرام قرار نداشتم، مثل گل آقا مدام در تب و لرز بودم. و بعدم آخر سرش امضا میکنه که من از خدا میخوام که به حرمت نامم یعنی ابوالفضل یاری هم دهد تا آبروی فقر و قناعت نبرم و اگه روزی دیدم نمیتونم از طریق طنز به خدمت مردم شریف ایران باشم قلمو ببوسم، طنز شریف به کنار بگذارم و جلوی تئاتر شهر فلافل بفروشم. بریم مجله سینما ادبیات رو ببینیم که نگاه کرده به سینمای فرانسه. مجله پروپیمون پرمهمتر هم شده است. وقتی که دو تا شماره رو با هم دیگه نزدیک کنه، مثل همه نشریات عالم وقتی یه هفته منتشر نمیشه هفته بعد سنگین تر هستن. سینما رو مثل همیشهش که به سینمای کشور اختصاص میده، این دفعه داده به فرانسه، به خصوص به اون کسی که خالق میزانسن های زاهدانه اسمشو میذاره، یعنی روبر برسان. و درباره برسون مثل همیشه همه چیز نوشته شده. بعد میرسه به بررسی یک پرونده‌ای که درباره این فیلمی است که درباره رومن کاپوت یا کاپوته، من هنوز قانع نیستم به اینکه باید رومن کاپوتی فکر می‌کنم بگن. بله بعضیا میگن کاپوتی چون که الان نویسنده ما چنین نگاهی داره، بعضیا میگن کاپوته. به هر حال درباره او داره یک مصاحبه خیلی خوبی رو ترجمه کرده رضا مولایی که گفتگوی ژان لوک گودار با خود برسان و خیلی مطلب شیرینی است. اما وقتی به بخش ادبیات میرسیم یا بخش فیلم ایرانی میرسیم، بخش دوم یعنی به همون بخش اول از فیلم خارجی میرسیم به فیلم ایرانی، مباحثی مطرح میشه از جمله به اصطلاح میزگرد همیشگی مجله که همیشه داره و درباره این موضوع صحبت میشه. این دفعه هم آدمایی که هستن همه آدمای اهلی هستن، از جمله خود آقای طوسی جواد طوسی اداره میکنه، علیرضا رئیسیان و بهروز افخمی، علیرضا رضاداد هم توی ماجرا هستن. و این دفعه اتفاقا ادبیات مجله فوق العاده پروپیمون شده است، فوق العاده. و من متاسفم که بیشتر از این وقت ندارم که درباره اش صحبت کنم. به نظرم بریم یه نگاه کوتاهی هم به مدیریت ارتباطات بکنیم. مدیریت ارتباطات که نشریه ای است کاملا پیداست در ارتباط با ارتباطات و در ارتباط با حرفه ماها، به اصطلاح رسانه‌ها، انواع رسانه‌ها. اینجا یک مصاحبه‌ای داره با دکتر نمک دوست. روزنامه‌نگار باید وقف حقیقت باشه، که از استادان روزنامه‌نگاری هست. بله دیگه، آقای نمکدوست الان، البته ما چون ایشون جوان دیدیم همچنان جوان نگاهش میکنیم، ولی الان دیگه هم شاگرداش هم این که مباحثی که دنبال میکنه موهاش هم البته سفید شده میبینید. بله. و بنابراین آقای نمکدوست رو بله ما به استادی، از همون جوانم که بود به استادی قبولش داشتیم. واقعا آقای کامبیز نوروزی میان نسبت میان رسانه و اخلاق و حقوق رو داره بررسی میکنه. پس برای اینجا بحث اخلاق هست، اخلاق در رسانه مسئله بسیار پیچیده است. من دیدم بعضی خیلی سادهش کرده، همونطور که دکتر بابک زمانی نوشته، این شبکه‌های اجتماعی که الان اومدن اینجا مرزهای اخلاق رو جابجا کردن. مقصودا به قسمت‌های مستجان اینا نیستا، اصولا کلا این فضا احتیاج بحث و گفتگو داره و بحث و گفتگو هم صورت میگیره. مجله رفته غیر از مباحث آکادمیک که مطرح کرده است و چندی مقاله خوب داره، در این حال یه مقاله هم از آقای فروزان آصف نخعی گرفته که هفته پیش توشون صحبت کردیم و اون کیوسک گرگان که رسانه هایی که مخاطبشون یارانه است، ایشون درباره اون صحبت میکنه، اشکال اونجا میبینه. و کسای دیگه، مریم شبانی و بقیه هم درباره اخلاق و مرزهای اخلاق، اثر عباسیان گفته چالش روزنامه‌نگاران در عصر سلطه لایک ها.
خب بحث مهمیه و به نظر من باید احتمالاً پرونده جالبی باشه. بریم کارتون آخر رو ببینیم از نعیم تداعیان در حاشیه صادرات خاک ایران به کشورهای همسایه. کامیونیه که داره میره، مردمی که میگه اجازه نمیدیم رد بشیم، ما با این خاک خاطره داریم. فقط بعد از آقای تداعیان پرسید چرا اینا همه این مدافعان خاک چرا همه پیرن؟ چون مثل اینکه جوان ها فقط خوش میگذاشتن رفتن. خب آقای بهنود، شب یلداست، من حافظ آوردم، بدم به شما برای ما یک شعر از حافظ بخونید. به خاطر این یه دقیقه ای که این شب با شبای دیگه فرق داره، شما میخواین آخر برنامه یک کار دیگه بکنید، باشه. حافظ به سعی سایه دستمونه و هم تو ذهنم که میگذشت از نظر من میدونید که بهترین حافظه، خود اشعار سایه، یعنی تنها شاعر ایرانی که غزلهاش رو استادای ما در دبیرستان که بودیم با غزلهای حافظ اشتباه میکردن. اما معاشران، گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین وصلش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و ان یکاد بخوانید در فراز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. اشارش به همین شب یلدا است. ممنون آقای بهنود، یلداتون هم مبارک و همینطور ممنون از شما. مثل همیشه تمام راه‌های تماس ما برای شما بازه. نظراتتون رو و انتقاداتتون رو درباره تمام برنامه‌های بی بی سی میتونید برای ما بنویسید. به راه‌های تماسی که همین الان دارید روی صفحه تلویزیون می‌بینید، نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbc شما بفرستید. با همین هشتگ هم میتونید در توییتر و فیسبوک با ما در تماس باشید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی می‌کنم. شب یلداتون مبارک.